46مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، پیرترین رئیس جمهوری که به کاخ سفید رسید، مردی با موهای سفید و سابقه طولانی در سیاست. سناتوری که ستاره بختش از پس سالها ناکامی درخشید و دست آخر او را به کاخ سفید رساند. جو بایدن در شهر کوچک اسکرنتون در ایالت پنسیلوانیا بزرگ شد. پدرش دلال ماشین بود، در کودکی لکنت زبان داشت و مورد تمسخر همکلاسی‌هایش بود، اما مانعی برای خواسته‌هایش نشد. سال 1966 از دانشگاه سیراکیوس در رشته حقوق فارغ التحصیل شد و در 1972 در حالی که 30 ساله بود به عنوان یکی از جوانترین سناتورهای تاریخ آمریکا برای سناتوری ایالت دلاور انتخاب شد. انتخابی که برای 36 سال دوام داشت. درست پیش از وارد شدنش به ساختمان کنگره، همسر و دخترش را در یک حادثه رانندگی از دست داد و دو پسرش برای هفته‌ها در بیمارستان بستری شدند. بایدن پس از مرگ همسرش، دو پسرش را با کمک خواهرش بزرگ کرد و برای اینکه در کنار پسرانش باشد، هر روز برای رفتن به واشنگتن 90 دقیقه قطار سوار می‌شد. او 5 سال بعد ازدواج کرد. این بار با جیل تریسی جیکوبز که آموزگار مدرسه بود. رویاهای جو بایدن اما بزرگتر از سناتوری بود. او کم کم جای خود را در حزب دموکرات باز می کرد. توانسته بود از شوک کشته شدن همسر و دخترش بیرون بیاید و راه خود را در سیاست آمریکا هموار کند. سال 1974 مجله تایم او را در فهرست 200 نفره چهره‌های آینده آمریکا قرار داد. بایدن تبدیل به سخنور خوبی شده بود و همین استقبال از سخنرانی‌هایش او را به فکر کاخ سفید انداخت. سال 1988 وارد انتخابات درون حزبی حزب دموکرات شد. اگر انتخابات را می‌برد، تبدیل به جوان‌ترین رئیس جمهور آمریکا پس از جان اف کندی می‌شد. در ابتدا همه چیز خوب به نظر می رسید. شانس بایدن بالا بود و کارزار انتخاباتیش بیشترین کمک مالی را جمع آوری کرده بود، تا اینکه یک اشتباه ورق را برگرداند. مشخص شد که بایدن یکی از سخنرانی های خود را از نیل کنک، رهبر حزب کارگر بریتانیا، کپی کرده است. To be able to get the university. Why is Glenys the first woman in her family in 1,000 generations to be able to get the university? Why is it that Joe Biden is the first in his family ever to go to a university? Why is it that my wife, who's sitting out there in the audience, is the first in her family to ever go to college? پس از این کپی‌های بیشتری رو شد، از جمله یک کپی از سخنرانی رابرت کندی. کمپین بایدن به شدت ضربه خورد
و او در اوج 30 سال ناچار به کنارگیری شد. مایکل دوکاکیس کاندید حزب دموکرات شد، هرچند در نهایت ریاست جمهوری را به جورج بوش پدر باخت. بایدن پس از این شکست، گرچه همچنان در سنا حضور داشت، اما به حاشیه رفت. او مدافع محیط زیست و آزادی‌های شهروندی بود. با این حال، در موارد دیگری در تصویب لوایحی نقش داشت که بعدها مناقشه برانگیز شد. از جمله لایحه‌ای که ازدواج همجنسگرایان را ممنوع می‌کرد. او همچنین موافق حمله به عراق بود، گرچه بعدها ابراز پشیمانی کرد. The president, I think, must finish his job, and that is he must engage in a personal diplomacy with key members of the Security Council to pass a second resolution setting a deadline, authorizing the use of force if necessary in order to disarm Saddam Hussein. سال 2001 انتخاب بایدن به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا دوباره پای او را به رسانه ها باز کرد. در حالی که کاخ سفید در دست جمهوری خواهان بود، برای بازگشت برنامه ریزی کرد و سال 2008 برای انتخابات مقدماتی حزب دموکرات کاندید شد. رقبای قدرتمندش هیلاری کلینتون و باراک اوباما بودند. بایدن همیشه به یک چیز شهره بود، گاف دادن. این بار هم در یک سخنرانی انتخاباتی اوباما را اولین آمریکایی رنگین پوست جریان اصلی خواند که باهوش و تمیز است. گاف بدی بود و به شدت بر کمپینش اثر منفی گذاشت. بایدن در میان یک زن قوی که خاطره دوران بیل کلینتون را زنده می کرد و یک سخنران عالی رنگین پوست با ایده های نو و امروزی بیش از حد معمولی بود و شکستش حتمی. وقتی در همان اولین قدم و در آیووا کمتر از 1% آرا را به دست آورد، کمپینش را تعطیل کرد و کنار کشید. ولی همین حضور کوتاه دوباره او را به یاد همحزبی ها آورده بود. بسیاری او را به دلیل سابقه‌اش در کمیته روابط خارجه سنا وزیر خارجه بعدی آمریکا می‌خواندند، گرچه خودش این امکان را رد می‌کرد. دوران خوش نزدیک بود. باراک اوباما و هیلاری کلینتون در یک ماراتون نفسگیر بودند، در یکی از داغ‌ترین رقابت‌های درون حزبی تاریخ آمریکا. سرانجام اوباما نامزدی حزب دموکرات را به دست آورد و به رقابت با جان مککین رقیب قدر محافظه‌کار رفت. مککین سارا پیلن، زن جوان فرماندار تگزاس را به معاونت برگزید. از آن سو اوباما سناتور جوان تازه‌کاری بود و جایگاه محکمی در حزب دموکرات نداشت. رای دهندگان محافظه‌کار آمریکایی به او با اسم وسط حسین و پوست تیره با شک و تردید می‌نگریستند. شاید همین دلایل باعث شد اوباما برای معاونت ریاست جمهوری رو به جو بایدن بیاورد. سفید پوست سابقه داری که در حزب دموکرات نفوذ داشت و می توانست رأی بخش هایی از جامعه که با سابقه و نژاد او همراه نبودند را به دست آورد. Our greatest presidents from Abraham Lincoln to Franklin Roosevelt to John Kennedy, they all challenged us to embrace change. Now it is our responsibility to meet that challenge. Millions of Americans have been knocked down. And this is the time as Americans together we get back up together.
These are extraordinary times. This is an extraordinary election. The American people are ready. I am ready. Barack is ready. This is his time. This is our time. This is America's time. God bless America, and may God protect our troops. Thank you very much. Thank you. نتیجه موفقیت آمیز بود. باراک اوباما در انتخاباتی تاریخی پیروز شد و جو بایدن معاونت ریاست جمهوری را به دست آورد. حالا او در بالاترین سطح سیاست آمریکا حضور داشت. معاونتی که او را آنقدر مشهور کرد که بتواند سرانجام به کاخ سفید برسد. به رویای دیرپای ریاست جمهوری، گرچه به عنوان پیرترین رئیس جمهور منتخب. You know, in this battle for the soul of America, democracy prevailed. We the people voted. Faith in our institutions held. The integrity of our elections remains intact. And now it's time to turn the page, as we've done throughout our history, to unite, to heal. As I said in this campaign, I will be president for all Americans.